به رغم زندگی در خانواده ای سیاست پیشه، اوانجلوس میماراکیس که پدر و پدر بزرگش هر دو نماینده پارلمان بودند، هرگز سکاندار سمتی بالاتر از وزارت نبوده است. او سالها پس از فعالیت حزبی و عهده‌دار شدن نمایندگی مجلس، طی سالهای 2006 تا 2009 به عنوان وزیر دفاع یونان منصوب شد. این مهمترین عنوان میماراکیس است که اینک رقیب اصلی الکسی سیپراس در انتخابات پارلمانی محسوب می شود. میماراکیس 60 ساله که 20 سال بزرگتر از رقیب خود است، با در پیش گرفتن اعتدال و تاکید بر این که مردم یونان از اختلاف و چند دستگی خسته شده اند، جناح رقیب را دعوت به ائتلاف کرده است. دعوتی که در همان ابتدا از سوی الکسی سیپراس رقیب وی رد شد. اما آیا میماراکیس می تواند شگفتی ساز شود؟ او با خودداری از طرح جزئیات دقیق برنامه خود و پرهیز از دادن وعده‌های غیرعملی، بیشتر بر ثبات اقتصادی، بازگشت سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود طرح رونق اقتصادی تاکید کرده است. میماراکیس در جوان سال 2012 میلادی به ریاست پارلمان یونان دست یافت و تا ژانویه 2015 زمان سونامی سیریزا در انتخابات پارلمانی عهده‌دار این سمت بود. او در ماه ژوئیه به جای آنتونیو ساماراس بر کرسی ریاست حزب دموکراسی نوین نشست. با این جانشینی وی در رأس جناح راست محافظه‌کار قرار گرفت و پس از استعفای نخست وزیر در ماه اوت از سوی پاولوپولوس رئیس جمهور یونان مأمور تشکیل کابینه شد. اما پس از 3 روز مذاکره با رهبران احزاب مختلف از جمله حزب چپ افراطی وحدت مردمی که توسط برخی منشعبان از سیریزا تشکیل شده بود، در انجام این مأموریت ناکام ماند. میماراکیس حالا دموکراسی نوین را برای رقابت در انتخابات زودهنگام پارلمانی هدایت می‌کند. این تحصیل کرده حقوق و مدیریت دولتی که با سبیل معروف خود تداعیگر مردان یونان قدیم است، آیا واقعا آنطور که ساماراس از او یاد کرده آتش نشانی است که مأمور مهار آتش در خانه شده است؟